ولا تلقوا به ایدیکم الى التهلکه، خود را به دست خویش در مهلکه نینداز. در مقام عقل است نه در مقام عشق، زیرا اختیار عاشق به دست معشوق است و از خود هیچ اراده ای ندارد. رشته ای در گردنم افکنده دوست، می کشد هر جا که خاطر خواه است. بلکه در این حالت اذیت و زحمت عاشق در حیاتی است که با هجر معشوقش سر می برد. مردن برای او بهتر است، به ویژه هنگامی که بداند وصال او به این است که از جان خود بگذرد و حیاتش مانع وصال است. آنکه مردن پیش چشمش تهلکه، نهی لا تلقوا بگیرد او به دست. چنانچه امیر المومنین علیه السلام در زین خطاب به عباس و ابو سفیان می فرماید و الله لا بنی طالب آن است بالما منتق به صدیت امه، یعنی به خدا سوگند که انس پسر ابی طالب به مرد از انس کودک پستان مادر بیشتر است. تهلکه عاشق دوری از محبوب و واقع شدن در امری است که موجب دوری و فراق باشد. هجر بود مایه افسردگی، زندگی هجر بود مردگی. حسین ابن علی علیه السلام نسبت به مقام حقیقت آخرین ورته و مرحله عشق را طی کرده بود و دید رضای محبوبش در احیای امر اوست که عبارت از ترویج دیانت باشد. لذا با شوق و شعب به مقتل رفت، بلکه اصحاب و یاران او نیز به واسطه تجلی نور او بر آنها و سرایت مشعله عشق او در دل آنها چنان مجذوب شده بودند که پا از سر و سر از پا نمی شناختند. که وارد شده اصحاب الحسین لم یذوقوا الم الحدید، گرچه خودش به واسطه جامعیت صورتا تعلم هم داشت، ولی شور عشق را هم به حد کمال داشت و با شعف به مقتل شد. چون مرا سوی اجل عشق و هواست، نهی لا تلقوا به ایدیکم چراست. و نیز حسین